به نام خداوند جان و خرد. ستاره اسکندری امشب مهمان ماست. یکی از بازیگران خوب تئاتر که در تلویزیون و سینما هنوز درخشیده است. با هم مصاحبه رو ببینیم. خب ستاره عزیز، خیلی خوش آمدید. طبق معمول و روال برنامه یک سلامی به دوربین ما بکن، ما بریم به آنشون. بله، عرض ادب، احترام، سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز، خدمت شما و بچه های پرسهن. خب ستاره جان، میخوام با یاد پدرت شروع کنم. عبدالواحد اسکندری، دبیر دبیرستان‌های تربت ایدری و تهران. نمیدونم مشهدم بود یا نبوده، تو میتونی بعدا توضیح بدی. بله، خب سال 46-47 دبیر ما بود در تربت ایدری، یادش بخیر. صحبت کن در موردش. پدر من عبدالواحد اسکندری یک آدم عجیبی بود. احتمالا شما هم در خاطراتتون هستی که پدرم دبیر زیستشناسی و زمینشناسی بود، اما همه شاگردانش خاطره که ازش دارن این که این آدم اونها رو در واقع سر کلاس درس به سمت تاریخ، ادبیات و علوم سیاسی واقعا سوق میداده همه شاگردانش رو. در نتیجه با اینکه تخصص خودش اساسا رشته تجربی بود، ولی خیلی علاقمند بود به مباحث اجتماعی که خدمتتون گفتم. حضور میدونین متولد تربت بود پدرت؟ پدرم متولد کاشمر. آه، پس همشهری من بود. بله دقیقاً، متولد کاشمر بود، اما در دبیرستان قطب تربت ایدری مشغول به کار شده بود و اگه شما خاطرتون باشه خیلی معلم خوشتیپی هم بود. بله، و جزو جوانترین لیسانس‌هایی که از تهران فارغ التحصیل شده بود. در مثلا 19 سال و نیمگی در واقع لیسانسش رو گرفته بود و جزو جوانترین معلم‌هایی بود که در دبیرستان. من یه جوان یادم میاد که در واقع قد بلندی داشت، موهاش شونه نمی‌کرد، کراوات هم نمی‌زد، صبح دیر می‌آمد در کلاس و همه هم می‌دونستن صبح دیر می‌آمد، همه شاگرده قبلی هم می‌دونستن، ولی وقتی می‌آمد کلاس خیلی خوب اداره می‌شد. خب پدر متولد چه سالی بود؟ پدرم متولد 1321 دی ماه 1321 بود که میگم یعنی پدرم انگار دو بخشه، یه بخش حالا بخش خانوادگی، یه بخش تأثیری است که بر خانواده گذاشته. به هر حال ما به واسطه اینکه بسیاری از دوستان و معاشرین بابا آدم‌هایی بودن در حیطه ادبیات، هنر، خیلی زود بچه‌های خانواده در واقع گرایش پیدا کردیم به بحث هنر. حالا علاوه بر اینکه عموی خدا بیامرز من عبدالحسین اسکندری هم یکی از مجریان بسیار خوب تلویزیون بود، منظورم حضور عموم و از این ور معاشرین بابا باعث شد که ما تقریبا بلا استثنا 5 تا بچه خانواده یه جورایی در واقع اهل هنر بشیم. پدر لیسانسش چی بود؟ بابا لیسانسش زیست شناسی و فوق لیسانسش زمین شناسی بود. بعد اومد، بعد از تربت اومد تهران دیگه. بله، بلافاصله بعد از انقلاب در واقع دیگه از خراسان کوچ کردیم و اومدیم تهران. دبیرستان هدف رفت؟ نه، بابا دبیر دبیرستان البرز بود. البرز؟ بله، سالها تا دیگه شرایطی پیش آمد که دیگه باید که کار نمی کرد. آن شرایطی که برای خیلی پیش اومد که نتونستن. آره. پدر چند سال از فوتش میگذره؟ دقیقاً 5 سال. چه تاریخی فوت کرد؟ 6 مهر ماه 1395. این برنامه رو تقدیم میکنیم به پدر تو و شروع میکنیم. ستاره کی متولد شدی؟ چه تاریخی متولد شدی؟ من؟ آره. بگم؟ آره. 25 خرداد 1353. در تربت ایدری؟ در تربت ایدری. در چه محله تربت ایدری؟ خیابان منصوریه؟ خیلی بده که یادم نیست، چون من واقعا از 4 سالگی، 4 سال و نیمگی آمدم تهران و واقعا یادم نیست. تربت برای من آقای جیرانی
فقط خونه مادر بزرگمه که توش یه حوض بزرگ داشت و یه باغچه‌ای پر از اطلسی. یادت نمیاد خونه که مادر بزرگ کجا بود؟ نه، ما بیشتر چون خیلی مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری من زود فوت کردن. اونا تربتی بودن؟ بله که اونا تربتی بودن، خیلی تربتی های مشهوری هم بودن. ما بیشتر در واقع معاشرتمون از تهران به خراسان در کاشمر بود. آره تا تربت، به خاطر اینکه میگم زود یه خاله‌ای داشتم که از تربت مهاجرت کردن به مشهد و مادر بزرگ و پدر بزرگم هم نسبتاً زود فوت کردن. اون موقع که متولد شدی مادر دبیر دبیرستان پروین بود؟ بله. و پدر دبیر دبیرستان قطب بود؟ بله. تو اولین بچه خانواده بودی؟ خیر، من یک خواهر و یک برادر بزرگتر از خودم دارم، سارا که گریمور، سیامک آرشیتکت اما عکاس بسیار خوبیه. بعد دو خواهر برادر کوچیک‌تر دارم، لاله که بازیگر و نقاشه و روزبه که مهندس عمرانه و فیلمنامه نویس. البته تو تا 4 سالگی اونجا بودی دیگه؟ 4 سال و نیمه. بعد اومدی تهران؟ بله بله. کدوم محله تهران؟ اولین خونه‌مون محله عباس آباد بود در واقع، و بعدش هم که اومدیم خیابان پورسینا. کجا پورسینا؟ دقیقاً روبروی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. آها. بولوار کشاورز و دانشگاه، و سالها اونجا بودیم تا اونجا رفت در طرح دانشگاه و اومدیم خیابان فلسطین یا کاخ فلسطین سابق. یا کاخ سابق. دبستان کجا رفتیم؟ دبستان اتفاق، یه دبستانی بود که با در واقع یه دبستانی بود که هم شاگرد مسلمان داشت و هم یهودی، اساسش مال یهودیا بود دبستان اتفاق. کجاست اتفاق؟ سر خیابون آناتول فرانس سابق و خیابان قدس کنونی. ستاره، به علاقه به تئاتر از علاقه به تئاتر دبستان اومد، از دبیرستان اومد، از چی اومد؟ واقعیت اینه که به واسطه حضور عمو در تلویزیون ناخودآگاه. عمو زودتر اومده بود تهران؟ عموی من آره فرانسه درس میخوند که بعد اومد همون در دهه عبدالحسین اسکندری. عبدالواحد عبدالحسین. بله. که اون سالها از فرانسه اومد به تلویزیون در دهه 60 و یه برنامه‌ای خوب اینا داشتن که خب خیلی جدید بود، خیلی نو بود، شاید جزو اولین کسایی بود که این سیستم دو مجری و اینا رو، یعنی اونا داشتن در برنامه سیمای هفته. نمیدونم. آره اون اول هم که مختارین مبتکرین، و منظورم که اولین بار شاید برای من این جادو زمانی بود که شاید دوم دبستان بودم و با عموم رفتم خیابون الوند تو شبکه 2 و از این راهروهای تلویزیون. چند سالت بود؟ مدرسه بودی؟ 8 سالم، 8 سال و نیم. رفتی راهروهای شبکه 2؟ آره، میرفتم با عموم و اینا، و اون موقع‌ها همه من یه دوربینی داشت که خیلی همینجوری توی مهمانی‌های خانوادگی و اینا ما میرفتیم برای عموم یه کارایی می‌کردیم، بازی می‌کردیم، یه نقشایی و اینا. منظورم که خیلی زود خودم رو تو این فضا آشنا شدید و فضای اون یافتم. آره، و اولین تجربه‌ام در واقع برمیگشت به یک پیشپرده کوتاهی که اون سالها در سینماها در واقع اکران میشد که اصغر توسلی تهیه‌اش کرده بود و حمید تمجیدی در واقع کارگردانی کرده بود. جمشید اسماعیل خانی، فرزانه کابلی، من و دوتا برادران بازی میکردیم. یه آداب سینما رفتن بود به عنوان تبلیغ سینما رفتن. دقیقا یه پیشپرده‌ای بود که انگار آداب سینما رفتن. چی رفتی تو اونجا؟ اتفاقا مثلا شاید نزدیک به یک سال به اصغر توسلی، علت این که من هیچ آقایی در واقع نمیگذارم به خاطر حس قرابت و نزدیکی است که دارم. اصغر توسلی بسیار نزدیک عموی من بود. اینا قبلنا در رادیوی مشهد با هم دیگه همکاری داشتن و بعدها همشون جذب تلویزیون شدن. آقای توسلی که مثل عموی منه، در واقع من یعنی عمو منو معرفی کرد به آقای توسلی. آقای تمجیدی از من امتحان گرفت، تست گرفت. چند سالت بود؟ مثلا شاید اول راهنمایی بودم، 11-12 سالم بود شاید. و الان که نگاه میکنم میگم چه تیم عجیبی بودن.
آقای حمید تمشیدی بازی می‌کردن. چه بود نقش چی بود؟ میگم نقش یه خانواده‌ای بودیم که انگار اومده بودیم سینما. مادر فرزانه کابلی بود. بعد پدر جمشید اسماعیل خانی، من و دو برادرم هم بازی می‌کردیم. مثلا اینکه تخمه می‌خوردیم، می‌ریختیم، نمی‌دونم. می‌دونین یه جور آداب میگم سینما رفتم. و خودت تو تصویر تو سینما دیدی؟ بله. لذت بردی؟ اصلاً همین رو می‌خوام بگم، وقتی که یهویی با پرده نقره‌ای سینما، یعنی خودت رو اون تو میبینی، خب احساس میکنی یک نفر دیگر از اول به دنیا اومد. من هر بار با همه نقشام یه بار این احساس رو دارم. قبل از اینکه اون به اون بازی کنی سینما که میرفتی؟ چون به هر حال پدر علی سینما رفتن بود. بله بله، عموم اصلا دائم ما رو میبردن سینما. اولین فیلمی که تو بچگی تو دبستان دیدی خیلی رو تاثیر گذاشته چیه؟ سینما بولوار یادمه که ما رو می‌بردن خیلی به عنوان سینمای کودک. نکنه منظومه پدکوژیکی رو دیدی اونجا؟ نه بابا، اینقدر با آهنگ برنادت و اینا دیگه ما بزرگ شده بودیم که خیلی داره. میگم با تلویزیون اینها. نه، در سینما یک فیلمی بود اسم ملکه برفی. کارتونی هم از اینکه؟ نه، اتفاقا یک فیلمی بود که اون وقت دست به هرچی که میزد سرد میشد و یک خیلی من یادمه که فلسفهش خیلی منو دوچاره، یعنی هر کی رو هم که دوست داشت دست میزد یخ میزد طرف، خیلی منو به لازه. ولی بعدترها دیگه با بالاخره فیلم های ابوالفضل جلیلی، با فیلم های نه تو بچگی فیلم بچگی ایرانی که رو تاثیر گذاشت، شما باورتون نشه ولی من اون موقع بچه بودم. نه جلیلی که بچه بودی، جلیلی منظورت دیگه، منظورت سازدهنی، اینا فیلمایی بود که به هر خیلی مؤثر بود. سازدهنی تو سالن سینما ندیدی؟ سازدهنی تلویزیون رو در تلویزیون، در تلویزیون سالن سینما ندیدی؟ بله. سالن دونده رو در سینما. دونده تو سالن میگم چه چیزی تاثیر گذاشت از فیلم ها؟ میگم ببینین بیشتر این هی تاکید میکنم رو کلمه جادو، به خاطر اینکه من هر بار که میرفتم سینما خودم رو در قالب اون کاراکترها طبیعتاً دیدم و باشون زندگی کردم و مثل آلیس در سرزمین عجایب انگار یهویی هی ورود میکردم به اونا، میدونین؟ یعنی برام خیلی مسلم بوده که من سرنوشتم یه روزی اون تو هست. پدر تئاتر میرفت؟ پدر کمتر تئاتر میرفت. اینجا تئاتر رفتی تو؟ اینجا اولین تئاتری که دیدم دقیقاً سال فکر میکنم 60-61 بود. اون فضاهای اون سالا هم یادتونه خیلی؟ بله من یادم. یک کاری رو در واقع صادق حاتفی، بله یادش بخیر، هر جا هست، بله بر صحنه داشتن. جزو اولین تئاتری بود که من در زندگیم دیدم. و بعدترها یک کاری که آقای اردشیر کشاورزی داشتن اسم حسنی و لوبیای سهرامیز، که بازم اونم یک اتفاق عجیبی بود دیگه در سالن تئاتر در دهه 60. خب اون بازی کردی تو اون پیش پرده ای که تو سینما ها پخش میشد برای اصغر توسلی با کارگردانی تمجیدی. بله. حالا این باعث شد که تو به این بازی جذب شدی. بله. و چه جوری وارد شدی دیگه؟ حالا چه جوری وارد کار تئاتری شدی و اولینا چی بود؟ بله. من بعد از اینکه اتفاقا اون پیش پرده رو بازی کرده بودم، اون فیلم کوتاه رو، اتفاقا نمیدونم چرا فاصله گرفتم. فاصله گرفتم، یعنی انگار که دوست نداشتم. شاید خودم رو مثلا روی پرده دیدم. یه بعدم بالاخره گام گذاشته بودم در دوران بلوغ و در تمام دوران، حالا توی مدرسه آدم دیدین دیگه، دهه فجر بود، تئاتر بازی میکردیم فلان اینا که همه بماند. نه بازی میکردی واقعا؟ بله بله. نه چه نقشی بازی میکردی؟ مثلا من علی مردان خان رو بازی کردم، خودم در نقش علی مردان خان. داشت بازخلی خان پسری؟ پسر باهوش بیادب و بیهنری. آره من اما اتفاقا تو دوره بلوغ یک خود درگیری پیدا کردم اصلا، چون من تا سالها واقعا خب خیلی دوست می‌داشتم که پسر می‌بودم و می‌دونین تو اون فضا. در دوران بلوغ این مواجهه اساسا با این که خب من پسر نیستم، چون اون موقع مثلا داور فوتبال بودم تو بنبست جلالی، یعنی خیلی جدی داشتم. فوتبال بازی می‌کردی؟ من داور بودم. بله فوتبالم بازی می‌کردم، داور بودم. بله مثلا پسرای محله خیلی این مدلی بودم. بعد که تو یهو ناگهان مواجه میشی با اینکه خب اصلا یه چیز دیگه از قصه، یه سرخوردگی های با خودش داره. این باعث شد که من از دون، یعنی
احساس این که فکر کنم میخوام در این دنیای بازیگری باشم اصلا تمام شد، بسته شد. بعد از همون تیزر یا پیش پرده تمام؟ آره، یعنی بعد از اون، یعنی منظورم تو اون ایام بود، توی 12-13-14 سالگیم. و سالها فکر میکردم که چون اهل کتابم بودم، سالها فکر میکردم من باید یا جامعه شناسی بخونم یا روان شناسی بخونم. تو خونه که کتاب زیاد بود دیگه؟ آره بسیار زیاد. اولین کتاب؟ اولین کتاب در 5 سالگی، چون من قبل از دبستانم با سواد بودم، توکایی در قفس. خب چه خوب. دیگه بعدها طبیعتاً با صمد بهرنگی، با یک سری از داستان‌های آقای ابتهاج، میم آزاد، اینا که اگه یادتون باشه اون دوران چقدر کتاب‌های درخشانی برای بچه‌ها. آره دیگه، دهه اول دهه انقلاب بود. اصلا خیلی کتاب‌های عجیبی. صمد با چی؟ 24 ساعت خوابی داری؟ همه چیز، اصلا تمام افسر از اولدوز و گلاغ‌ها، اصلا همه یه قصه‌های صمد بهرنگی. ایرانی چی یادته؟ گرایش تو بچگی میخوام بزرگتر که میشی یادت میاد؟ آره دیگه، به بچگی ها واقعا میگم خیلی مجموعه فیلم های آقای نادری یادمه، یعنی چیزایی که دیده بودم. اینا رو تو تلویزیون دیدی بیشترشون؟ نه، دونده و اینا رو اصلا. دونده سینما فکر کنم بالای 7-8 بار رفتم سینما. دونده سینما دیده. اصلا دونده یکی از منظورم تاثیرگذارترین فیلم هایی است که باز همین که بهتون میگم، ببین انگار ناخودآگاه ما اون موقع چریه فکر مونم فیلم گالو دیدی یا فیلم گال دیدی؟ کیسه برنج، کیسه برنج ما طالبیه، ولی طالبی بله، گال از آقای جلیلی. بعد دیگه مثلا فکر کنی حتی تا دو نفر و نصفی که میدونی منظورم که اینا میشه دهه هفته آقای... آخره دهه 60 میشه اواخر دهه 60. من سنی ندارم به خود اواخر دهه 60 هنوز جوون بودم. آره. نه خب. ولی دبیرستان منظورم... کجا رفتی؟ دبستان یعنی دبیرستان کجا رفتی؟ دبیرستان نرجس. کجا؟ ولی الله نصر سابق. کجا؟ در خیابان ایتالیا. خیابون تقاطع ایتالیا نادری در بولوار کشور. اون موقع دیگه به تئاتر رسیده بود یا نرسیده بود؟ نه، اون موقع خیلی جدی مثلا به هر چیزی چنگ مینداختم، یه سازی میزدم، مثلا دو تا خط چه سازی میزدی؟ ستار میزدم یه زمان. بعد مثلا نقاشی میکردم و هی کتاب میخوندم و هی میرفتم روانشناسی میخوندم. در دبیرستان خیلی به خودم پیچیدم، هیچ چیزی منو نگه نمیداشت. اینجوری شد که من گام گذاشتم، در واقع هیچ وقت یادم نمیره، برادر بزرگم دانشگاه تهران قبول شد و من سالها بود که دیگه رشته معماری. خوب، آره خوب. و در دانشکده هنرهای زیبا بودن. بعد یه روزی به من گفتش که بیا دانشکده ما. منم بلند شدم رفتم، خیلی هم افسرده بودم، مثلا یهو دیپلمم گذاشتم کنار. یعنی درس رو گذاشته بودی کنار؟ اصلا یهویی در سال چهارم دبیرستان در یک افسردگی مطلق بود. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا احساس میکردم مثلا کشور داره به سمت مدرک گرایی میره. من میخواستم حتما انعاد کنم و مثلا یه طغیان نمیدونم بگم علکی یا نه، چون حتما اون موقع دلایل خودم داشتم، ولی خصوصا مقابل پدرم، مقابل خانواده و اینکه اصلا کی میگه که مثلا سواد به مدرکه، میدونین. بعد تا اینکه برادرم به من گفت بیا دانشکده و اینا، و من رفتم و باش رفتم تالار مولوی. هرگز یادم نمیره من تئاتر گالیله فرهاد مهندسپور رو بر صحنه دیدم. مرضیه وفامهر بازی میکرد، سیاوش ستاری، فرهاد مهندسپور. گالیله برشت رو برده بودن روی صحنه، داریوش موفق بازی میکرد، سیاوش. خیلی از بچه‌ها و من، آقای جیرانی، اولین مواجهه جدیم با تئاتر دقیقاً تمام رویاهای کودکیم رو بهم برگردون. قبلش اصلا نمایشنامه خونده بودی؟ بله بله چی؟ بله، مثلا نمایشنامه های آقای بیزایی رو میخوندم. آه. میدونین مثلا نمایشنامه های آقای رادی رو میخوندم، بعد نمایشنامه های غیر ایرانی. اون موقع من تو واقعا اینقدر وفور نعمت حتما شکسپیر هم خوندی دیگه، شکسپیر و حملت و اینا رو خونده بودی؟ آره دیگه، طبیعتاً اونا رو که مثلا دیگه چیز بودم. آره، ولی اینی که من مثلا میدونی خب خیلی ادبیات، در واقع ادبیات و نمایشنامه‌های آقای بیزایی رو دوست داشتم، خصوصا که دیگه همزمان شده بود با آن چیزی که از ایشون در سینما میدیدم، میدونین. و این خیلی منو دونستم نشانه ها رو بفهمم، میتونه خیلی خب تو سال چهارم دبیرستان. آره خلاصه اینجوری شد. و بعد من به بابام گفتم خواهم برم تئاتر کار کنم. بابام گفت خیلی خسته نباشین اصلا، و تو مگر اینکه دیپلم بگیری بری دانشگاه یه رشته دیگر، تازه تئاترم نه،
بری دانشگاه تا من اجازه بدم تو تئاتر کار کنی. و من تو فاصله فکر کنم یک سال و نیم یه جوری آقای جای ایرانی شیفته تئاتر شده بودم، چون خیلی دربرگیرنده همه علایقم بود میدونی، و پر از خشم و افسردگی، اندوه، یعنی یه ترکیبی از این دوتا بودم. تئاتر خیلی منو به فریاد وامی داشت. من در سال 71 اولین بار در واقع جذب تئاتر شدم در کلاس آقای سمندری. پسر گفت با پدر گفت رفتی درس خوندی؟ بله، دیپلمو گرفتم و خودم رشته زبان انگلیسی. در کدوم دانشگاه کردی؟ دانشگاه آزاد. آها. آره، چون دانشگاه سراسری اون موقع تو باید حتما دیپلم اول می‌داشتی. من می‌دونین کنکورهای دانشگاه تهران، یعنی دانشگاه سراسری رو منظورم، قبول می‌شدم دیپلم نداشتم، دانشجو نمی‌تونستم ادامه بدم. آره، ولی بعدش دیگه بلافاصله رفتم و نزدیک به 2 سالم دانشگاه آزاد زبان رو رفتم. ولی پام که، یعنی جای پام که محکم شد در تئاتر، به پدرم گفتم خدا یارو نگهدار، من رفتم تئاتر. چطور شد کلاس سمندریان رفتی؟ کلاس آقای سمندریان نرفتم. من در یک آتلیه به اسم آتلیه مکعب درس هنر میخوندم که کنکور هنر. آتلیه مکعب کجا بود؟ همین سر خیابون قدس یا آناتول فرانس سابق. آتلیه مکعب برای یک شاگرده بود که در امتحان خواستن بدن؟ برای کنکور هنر آماده میشدن. خب اونجوری اونجا نبود. اونجا شهریه دادی اونجا رفتی درس؟ آره، مثلا رفتم اونجا. اونجا با کسی خاصی آشنا شدی؟ یک خانم دانشجوی از دانشگاه تهران پاشد اومد اونجا و به یادم نمیره اسم اسمشون آقای ایمانی بود، رئیس یعنی مدیر اونجا. و مثلا آقای ایمانی گفته بود که من چند تا هنرجوی مثلا دختر و پسر و اینا به معرفی کنم، میخوام برم یه کار دانشجویی کار کنم. من جمله من خانم کی بود؟ خانم مینا ابراهیم زاده که الان استاد تئاتر در دانشگاه اربیل، یه دختر کرد بسیار جالب و جذابی بود، بسیار کاراکتر عجیبی داشت. من رو خواست در دانشگاه تهران و من اونجا رفتی دانشگاه تهران. کجای دانشگاه تهران رفتم؟ یعنی به دعوت ایشون ما به عنوان مستمع آزاد من رفتم دانشگاه تهران. من رفتم دانشگاه تهران که ایشون تمریناشو آغاز کنه. و حالا خیلی جالبه بهتون میگم، اون کار یه کار عجیبی بود به اسم افسانه که بعدها در سال 74 اون کار رفت روی صحنه. کیا بازی میکردیم؟ من، نیما رئیسی، شهاب حسینی، سیاوش مفیدی، آیدای کیخایی، عرضم به حضورتون که فرزین صابونی، یعنی منظورم اون گروه و دوستان دیگری که الان حضور ذهن ندارم، مثلا خیلی از بچه ها بودن مثل علیرضا اولیایی، بنفشه پورزنگی آبادی، مهشید ابراهیمی، اینا کاری ندارم، ولی منظورم اون تیم اینقدر و مهدی سلطانی، من با این بچه ها همه در اون دوره. و من آقای جیرانی دیگه موندم در دانشگاه تهران با اینکه دانشجو نبودم، اما پایان‌نامه‌های بسیاری از بچه‌ها. یعنی دانشگاه تهران منظور دانشکده هنری زیباست؟ دانشکده هنری زیبا. کیا بودن تو هنری زیبا اون سالی که تو رفتی؟ ببینیم، من وقتی بودم مثلا من پایان‌نامه مثلا پریسا بختاور رو کار کردم، پایان‌نامه اصغر فرهادی رو کار کردم، پایان‌نامه ارزم به حضورتون محسن علی خانی در کنار علی رضا، یعنی بازی کردی همه این پایان نامه؟ بله بله، اینایی که میگم همه رو بازی کردم. یعنی نقش بازی کردم؟ همه رو بازی کردم. پایان نامه اصغر فرهادی چی بود؟ آخرین قهرمانان زمین. آه. من، مهدی سلطانی و شهره سلطانی در واقع بازی میکردیم. چه سالی؟ 75 76 میدونین. خیلی پایانه فریسا بختاور چی بود؟ اون یکی کار عروسکی بود که من و آقای فرهادی در واقع ما دوتا بازی زنده داشتیم. بچه های دیگه مثل نیما رئیسی، مصطفی پروین، روشنک روشن و مهرسان سفاری. تو دیگه موندی دانشکده یا نایزی؟ اصلا یه جوری من رفتم تو دانشکده و هرگز بیرون نیومدم که همه بچه های سال پایینی وقت فکر میکردم من در واقع اونجا میرفتی تئاتر شرط پیس ببینی اون زمان؟ آره، اما شما خاطرتون نیست چون اهل تئاتر نیستین که اون سالها سالهای به شدت خمودگی تئاتر شهر بود. اصلا تئاتری بر صحنه نبود. راهروهای تئاتر شهر چراغ نداشتن. سوسک و موش و گربه اینجوری میلولی. منظورت آخر دهه 60؟ در واقع اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 حتی. بله. واقعا تئاتر شهر از یک جای بهش اهمیت داده. خیلی شرایط غریبی بود. میدونین توالت‌های مخروبه، اصلا تئاتری وجود نداشت واقعا. اونقدر تک تئاتری احیانا در سال، بخش تئاتر دانشجویی، دانشگاهی بسیار به درستی میفرمایین
تئاتر مولوی بود که علیرضا نادری پچ‌پچ‌های پشت خط نبرد رو می‌برد و جریان ساز بود. می‌دونین مثلا فکر کنین قبل‌ترش با خود همین آقای فرهاد مثلا نهار لعنتی تو تئاتر اجرا شد. اون مال اوایل دهه 60 یا مثلا در واقع مرگ پیلور رو یه زن جاپور ازدواج کرد. چون من اونجا دیدم مرگ پیلور رو با اجرای در واقع ولی با اجرای حمید طاعتی فکر می‌کنم اگر در نقش ویلی نومان. آره. ویلی لومن. ببین مثلا آقای کرم رضایی آدم تئاتر اجرا کردن در تئاتر شمع. تو میخوام بهتون بگم مثلا اینجوری نبود که فکر کنیم مثلا الان بیشتر فضای دانشجویی بود. بیشتر فضای دانشجویی. آره بیشتر فضای دانشجویی با آدم مهم کارگردان مهم تئاتر آشنا شدی تو این سالا؟ توی اون سالها بلان البته دانشجوی موقع الان آدمای مهمی ان ولی اون سال ولی منظورم کارگردان نه نه در اونجا آشنا نشدم. اتفاقا من چون کنارش خیلی زود با خانه شماره 13 در واقع در سال 74 آقای اسماعیل میهندوست اتفاقا همجور تو دانشکده مثلا آقای جودی و موقع فیلم بردار بودن من سر یه کاری دیده بودم بعد معرفی میکردم برای خانه شماره 13. من سال 75 شاید 22 سالم بود که خانه شماره 13 رو کار کردم. یعنی اولین کار نمایشی تلویزیونی خانه شماره 13 است؟ به این طولانی بله. قبلترش مثلا دارم میگم بهروز بقایی یه کاری میساخت مثلا به اسم ماه مهربان. نه ببخشید ماه مهربان حتی فکر کنم بدتر از خانه شماره 13 است. بدتره بله. مثلا آقای فرهادی مینوشتم بهروز بقایی کارگردانی میکرد مثلا من بازی کردم نمیدونم اپیزودی داستان یک شهر خود آقای فرهادی رو بازی کردم باز اپیزودی. چه نقش بازی کردی داستان شهر؟ نقش معتاد. من این جمله رو میگم همه این اینایی که وایرال میکنن اینو روش تاکید میکنن که من میگم من اولین زنی ام که در سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش معتاد بازی کردم. اسم اون قسمت چی بود؟ اسم اون اپیزود اسمشو یادم نیست. اسم نداشت مگه؟ اسم داستان شهر من یادم نمیاد. داستان داستان یک شهر یک کاری بود که 4-5 تا جوانی آره یادم میاد که بعد هر دفعه قسمت یه سوژه ای آره. آره نه اونو اتفاقا روز اولین بازخورده که من داشتم در مجله فیلم اون سالها فکر کرده بودن که من مستندم. میدونی یعنی بازیگر این معتادی. آره یعنی واقعا فکر کرده بودن. آره یعنی اینقدر قشنگ بازی کردی فکر کردم حالا دیگه نمیدونم ولی چیزه به هر حال یعنی اولین کار یعنی در چیز بود. آره به خاطر همین میخوام بگم یعنی خیلی فضاهای جالبی بود. خانه شماره 13. خانه شماره 13 چی بود؟ خانه شماره 13 سریال بود؟ بله سریالی بود که در ظهرهای خانواده پخش میشد. برنامه ظهرهای خانواده بود. سریالی بود که اتفاقا خیلی به لحاظ کیفیت یه اندازه‌ای بود که سالها تا همین الانش هم هی گهگداری پخش میشه. آه دیدم اسماعیل داورفر محبوبه بیان اصلا اونجا پدر... گرفت اون بله. اصلا... من از اونجا طعم شیرین شهرت رو خلاصه تجربه کرد. طعم شیرین شهرت اولین طعم شیرین شهرت چی بود؟ اولش این بود که رفته بودم خرید یه خانمی گفت الهی بمیرم تو که مثل سریالات همقدر تو زندگیت هم داری کار میکنی. خیلی بامزه بود. بعد از خانه شماره 13 که دیگه مثلا سریال حامی رو برای آقای بهمن زرین‌پور بازی کردم. مثلا سریال با من بمان رو برای حمید لبخنده بازی کردم. خیلی متهم. و سریال ایستگاه رو برای منوچهر عسکری نسب که واقعا روح شاد چون خیلی چیزا رو از او هم آموختم از آقای عسکری نسب. تو این وسط تو آقای مثلا سمندریان رو ندیدی؟ چرا آقا؟ من همش در واقع در دانشگاه در خدمت آقای سمندریان خیلی وقتا کلاسای آقای سمندریان میرفتم. بله. دیگه کلاسای کی میرفتی اونجا؟ من فقط کلاس آقای سمندریان میرفتم. آره چون مثلا من یادمه که وقتی امتحان ورودی دانشگاه آزاد رو دادم در تئاتر مثلا رکن دین خسروی هنوز ایران بود، آقای سمندریان، آقای انتظامی، آقای شنگله اینا در واقع تست بازیگری میگرفتن اما بعدا اینا دیگه رفتن و آقای سمندریان تنها کسی تست میگرفت. بله بودن. آیا یادم افتاد تو دانشکده مثلا یه کار کلاسی برای آقای توکلی بازی کردم در نقش مگی گربهه گربه روی شیروان داغ. چه جوری آقای توکلی مگی گربه رو اجرا کرد یا ایشون تدش بود؟ چیز بود بله به عنوان کار یعنی کار کلاسیشون بود که من و محمود فتولایی بازی می‌کردیم و
چه بازیگر درخشانی بود محمود فتح‌اللهی که از شاگردان خانم اسکویی بودن. مهین اسکویی. آره. یعنی اینا در واقع آخرین آقای توکلی، آقای هوشنگ توکلی. آقای بهرام توکلی. بهرام توکلی هم دوست داری من دیگه با آقای هوشنگ توکلی که نمیتونستم هم دانشگاه بود. آره نه هوش بهرام توکلی اون موقع رشته چی در تئاتر اینا بچه‌ها همه تئاتر دانشگاه تهران. خب خانی شماره 13 تو رو مطرح کرد. بله واقعا اینو دارم میگم که یعنی خیلی زود مثلا من شناختش، خیلی سریال محبوبی بود بین مردم. و بعد از اون بعد من اومدم میگم مثلا یه سریال رو کار کردم تا سریال ایستگاه، ایستگاه منوچهر عسکری نسب، همبازی بودم با خدا رحمتشون کنه جناب آقای مهدی فتحی. آقای مهدی فتحی یه روز اومدم به من گفتن که داوود میرباقری داره دندون طلا میبره روی صحنه و احتیاج به یک بازیگر داره که بتونه لهجه رو درست ایفا بکنه. من تو رو معرفی کردم. آغاز تئاتر حرفه‌ای من با دندون طلا کار آقای داوود میرباقری از سال 78، یعنی وقتی 25 سالم بود. 78 در 78 دندون طلا که به هر حال دندون طلا خودش اونجا آشنا شدی با خیلی ها. بله دندون طلا اجرای اون موقع مثل که ظاهرن ارجمند و اینا بودن دیگه. بله بله پسر ارجمند و ارجمند و اینا بله بودن. آقای پور شیرازی، آقای گرجستانی، آره. آقای قاضی مرادی. آره اون اجرای اول میگیری. بله 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 دندون طلا که خیلی بله. انگلیه تئاتر اجرا شد دیگه. 120 اجرا در تئاتر شهر و فکر میکنم به حال تا سالها پرفروشترین، پر تماشاگرترین و اینها بود و به حال برای من یک یعنی در تئاتر حرفه‌ای. بعد از اون بلافاصله جذب گروه تئاتر دی به سرپرستی آقای دکتر علی رفیعی شدم. بعد اینجا با آقای کارنامه بیزایی زندگی. کار کردم. تو اصلا تغییر میکنه کاملا کاملا رفیعی تاثیر زیادی میذاره رفیعی اصلا و اساسا در واقع من خودم رو خیلی شاگرد آقای دکتر رفیعی میدونم. من این افتخار رو داشتم که شب 1001 رو برای آقای بهرام بیضایی بازی کنم و حالا دوستان دیگر تئاتری. اما در طول سالهای تئاتر حرفه این واقعا بیشترین کار رو با آقای دکتر رفیعی کردم و بیشترین تأثیری هم که فکر میکنم گرفتم به لحاظ در واقع نوعی که میشه به هنر و زندگی نگاه کرده از آقای دکتر رفیعی. از بیضایی چه خاطری داری تون تئاتر؟ چی یادته؟ یعنی چی به دست آوردی تون تئاتر؟ چی تو خاطرت و تو حافظه تاریخیت باقی میده؟ آقای بیضایی اولا که میگم من با کلمات در واقع آقای بیضایی واقعا شیفته شدم. میدونی چون شبیه شیفته چی شدی من؟ شیفته یه تئاتر شدم. اصلا یعنی من با نمایش های بیضایی در نمایش ها، نمایش نامه های بیضایی. من روزی که کارنامه بوندار بیدخش رو با بازی درخشان مهدی هاشمی و چقدر بده که آدم هی باید بگه روحشون شاد پرویز پورحسینی دیدم، اصلا میدونین اون اصلا یه چیز عجیبی بود از انتقال معنا. میدونین آقای بیضایی به نظرم یک جای دیگری در جهان زیست میکنه، در جهان هنر از نظر من. و هنوز یک جایی بین منظورم زندگی و معنا. میدونین یعنی برای من بیشترین کسیه که در واقع میتونه منتقل کننده یک سری معناهایی از یک جهانی که من نمیشناسمش داشته باشه. برای من بیضایی به نظرم واقعا اون تئاتر چه خاطره‌ای دارید؟ شب 1001 خیلی تئاتر عجیبی بود. یکی از عجیب تریناش این بود که یک روز حمید فرخ نژاد نقش ضحاک رو بازی میکرد و دوچار یک مشکل قلبی شد و نتونست بیاد سر صحنه. ای بابا خوب. و علی عمرانی نازنین دقیقا یادمه با بلوز و شلوار جین، حالا فکر کنیم با اون لباسا که پانتا بهرام و بهناز جعفری نقش شهرناز و ارنواز رو بازی میکردن. اونا بازیگر نمایش کیا بودن؟ اسامشون رو بگو همشون. سه اپیزود بود. حمید فرخ نژاد، پانتا بهرام و بهناز جعفری. اپیزود دوم اکبر زنجانپور، مژده شمسایی، ستاره اسکندری. اپیزود سوم علی عمرانی، شبنم طلوعی و شبنم فرشاد. حالا بقیه خاطره؟ حالا اینکه در واقع ضحاک نیامد و علی عمرانی با در واقع متن و لباس جین رفت روی صحنه و اصلا احساسی که ماها داشتیم از دیده
و اینقدر درخشان بازی کرد تا خدا رو شکر آقای فرخ خانی شد. با سانسور مواجه نشد؟ اذیتون نکردن؟ نه. یادت نمیاد؟ نه. نه. به نظرم اون یعنی اگر هم مواردی بود به خود آقای بیضایی منتقل دوره بود. اصلاحات بیضایی... بود دیگه. بله. بله. دوره باز شدن فضای سیاسی و تئاتر. دوست داشتن که آقای بیضایی کار کنه. یعنی دوره اوج بازیکارهای آقای بیضایی اصلا اصولا دوره اوجی بود. آه. در تئاتر ما سالهای طلایی تئاتر بود. شما فکر کنید از چه سالی؟ از 76 میشه دیگه. بله. بله. از دقیقاً از زمانی که یعنی قرار بود که تئاتر خورده جدی‌تر بهش رسیدگی بشه. از یعنی از 76 میشه تا 80 خورده ای فکر کنم. تا 80 دو سه فکر کنم دوران طلایی تئاتر که دوران طلایی سینما هست، دوران طلایی روزنامه‌نگاری بله، هست، دوران... دوره طلایی خیلی چیزا بله. هست. به خاطر دوره اینکه دانشگاه هم هست. اصلا به نظرم بهترین دوران به واسطه اینکه آن چیزی که یعنی منظورم این همه رو جذب ماجرا می‌کرد در واقع اندیشه بود و نه اقتصاد. یعنی برخلاف روزگار الان که همه چیز اقتصاد محوره و همه چیز باید طرح علی‌الظاهر توجیهی اقتصادی داشته باشه، حالا کاری نداریم این طرح توجیهی اصلا چی هست و مثلا اون پشت بسلا چه خبر هست و این رو اصلا کاری ندارم، ولی واقعیت اینه که اون دوره دوره اندیشه محور به شدت در سینما، در ادبیات، در تئاتر خصوصا. ما هرگز در تئاتر بجز حتما در دهه یعنی در پیش از انقلاب هم به نظر میاد که یک دهه درخشانی پیش از انقلاب از 44 تا اوج سانسور 53-54 که دیگه بله. آقای ساعدی رو گرفتن رفت زندان بله. چون 53 رفت زندان تا اون موقع اوج تئاتر 25 شهریوره، تئاتر شهرم تئاتر خوبیه. یعنی مثل اون دوره که یعنی منظورم در پیش از انقلاب، در بعد از انقلاب من فکر می‌کنم طلایی ترین دوره که دوره هم داریم بین 58 تا آخر 59-60 که خیلی تئاتر اجرا میشه اون زمان. یادت نمیاد؟ نه اونو من واقعا یادم نیست. آره یادت نمیاد؟ نه نه چون تو 53 متولد شدی 58 پنج سال بودی. آره یادت نمیاد؟ آره. ما با در گذشته سیر میکنیم، در آینده سیر نمیکنیم. این تخترین حس ماست. بله متاسفانه. اما من میخوام بهتون بگم که اقتصاد محوری بازاری شدن به مفهوم بد ماجرا. پس تو تئاتر از تئاتر بیضایی تو یه خاطره ای که داشتی؟ یکی واقعا در واقع یعنی بزرگترین اتفاق واقعا این اتفاق بود. یک شب اجرای عجیبی هم داشتیم که در واقع یک اتفاقی افتاد در جابجایی دیالوگ ها و من واقعا میدونین چون قسمتی که آقای زنجانپور خانم شمسایی و من بازی میکردیم تقریبا 70% کلام عربی بود. خیلی سخت بود. این رقعه ایست به دارالملک در استفسار جهت تکلیف آن کتاب، آن را بدریم یا بسوزانیم یا بشورانیم. هنوز من بعد از نزدیک به 20 سال آره تو حافظه میخوام بگم یعنی کلام اصلا کلامی بود که یعنی به راحتی تو نمیتونستی یادت بره بداهه. و یه اتفاقی افتاد در واقع که مثلا ما از صفحه 3 پریدیم صفحه مثلا 8 خب میدیم بعد دوباره اصلا اینکه چگونه جمع و جوری. یکی از طولانی ترین شب‌هایی است که برای من تمام نمی‌شد. موج سنگین گذر زمان چون پولاد واقعا یعنی خیلی شب عجیبی بود. و خاطره دیگه نمایش مورد استقبال قرار گرفت. بسیار زیاد. چند شب اجرا شد یادته؟ چند شب اجرا شد یادت؟ بله 45 شب اجرا شد. 45 شب. بله بله. و این اولین و آخرین نمایش بود که تو برای بیضایی بازی کردی؟ بله این اولین. دیگه بعداً نشد بازی کنی؟ نه متاسفانه. و نشد تو فیلمش هم بازی کنی؟ نه اون موقع فیلماشون رو نه 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 نه. نشد. خب استاد اون دوست شما فکر می‌کنم موقع فیلماشون ساخته بودن آیا؟ نه دیگه بعد از شب اجرا فیلم می‌سازن. ولی نکته اینجاست استادت اون موقع با استادت که رفی تو اون گروه تئاتر دوستمون آقای دکتر رفی از اون چی یاد گرفتی از دکتر رفی؟ از اون همه چون چیز سالها ازش تعریف می‌کردی. آره خب از اون به خاطر اینکه همه چیز یاد گرفتم میدونین یعنی نوع میگم نگاه به زندگی. شما فیلم منو دیدین من به صورت ناخودآگاه کاملا متاثر از دکتر رفی هستم. ببین من دو سه کارگردان هستن که شما الان اینجا نشسته بودیم من راجع به شما هم حرف می‌زدم. ولی واقعا یک دکتر رفیعی، دو آقای میرباقری و شما
سه کارگردانی که آدم رو به اندیشیدن و به مؤلف بودن وادار میکنن حتی در مقام بازیگر. من فقط از این سه کارگردان این گونه آموختم. میدونی من یادم نمیره که شما سر مرگ تدریجی یک رویا یک جایی میگفتین اینو میزانسن کن تا من برم و برگردم، یا مثلا من از نوع کارگردانی کردن آقای میرباقری و نوع نگاهش خصوصا به مقوله زن خیلی برای من جالبه که زنهای آقای میرباقری زنن، زنهای آقای بیضایی برای من ها یه خورده ور مردانه دارن، ولی زنهای آقای میرباقری خیلی، منظورم اینا به آدم یک دیدگاه میده. خب در بخش واقعا یعنی تصویر اینا هستن و دکتر رفیقی اساس اندیشه رو انگار پای ریزی میکنه، نوع نگاهت به زندگی، به زیبایی. اندیشه دکتر رفیقی چی بود؟ به تئاتر اندیشه چی بود؟ من باش ملاقات کردم، خونش رفتم، باش صحبت کردم و خیلی باش صحبت کردم، میخوام ببینم تو تحلیلش کنی. ببینین آن چیزی که آقای دکتر همیشه میگن که یعنی دو تا نکته است که خیلی برای من جملات کلیدیه. یک، تئاتر برای دیدن است نه شنیدن. در نتیجه این باعث میشه که تو در واقع تصاویر زیبا بیافرینی و میدونی رفیق طراح صحنه خیلی خوبی بود. بله، دیگه چون بله. من یادم نمایش امیر کبیر رو من قبل از انقلاب ازش دیدم دیگه، اگر اشتباه نکنم اسمش چی بود؟ خاطرات و کابوس های آره اسمش یادم نیست که بعد از انقلاب هم اجرا کردم. بله بله، چند سال پیشم یک اجرای مجددی رفت. و دو مهمترین چیزی که من یادمه وقتی میخواستم حتی فیلم خودم بسازم، آقای دکتر به من گفتن یادت باشه که تو پیش خدمت رویاهاتی نه واقعیت. به نظرم خیلی جمله عجیب و درستیه. اینجاست که میگم مثلا راجب آقای بیضایی میگم انگار یه جایی قرار میگیری بین این جهانی که داری زیست میکنی و جهان معنا. چیزی که آقای دکتر رفیعی هم میگن به عمل در واقع انگار که تو رو سوق میدن به اون سو. منظورم اینه که در روزگار الان خصوصا آن چیزی که باعث خمودگی هممونه رؤیا مردگی است، باور مردگی است، آرمان مردگی است. اینی که کماکان ما فکر کنیم اصلا اهل هنریم برای اینکه جهان رؤیای خودمون رو بسازیم و پروا نکنیم. چرا رؤیا مرده؟ چرا رؤیامون چه رؤیامون مرده؟ چرا چجوری رؤیاها زنده میشن؟ تحلیل چیه؟ حالا که رفتی بیدیم؟ آره، حالا به نظرم خیلی بحث پیچیده ایه، اما به نظرم دست زندگی زیادی رو شده. میدونین قدرت کشف در واقع انگار گرفته شده از انسان و این وقت رو با یک سختی مواجه میکنه و انگار که زندگی دیگه راز و رمزی نداره که برای تو رو بکنه، میدونین، و تو با خیالت و با رویاهات میدونین در واقع بری به سمت کشف چیزی به اسم زندگی. من فکر میکنم که دیدین یه وقتایی مثلا چه من ژول ورن میخوندیم فیلم که اونا چقدر رویا میکردن و امروز چقدر رویاهای اونا تحقق پیدا کرده. میدونین الان احساس میکنی در یک شرایطی هستی به لحاظ قرن و زمانه که انگار همه حرفا گفته شده، انگار همه کشف ها اتفاق افتاده، میدونی، و این آدم رو به نظر میکنه در یک غار خیلی طویل افسردگی، ترس و ناامیدی مثلا. بله، افسردگی و ناامیدی محصول اینه که نتیجه اینه که روزها عادی بگذره، روزها درش کشف و شهودی وجود نیفته و روزها به صورت تکرار در بیاد. وقتی به صورت تکرار در میاد که تو نتونی به عنوان طبقه متوسط خواسته هات و تمایلات بله. و آرمان هات رو بهش بله. جامعه عمل بپوشون. من نه که منظورم با پول مشکلی داشته باشم، خیلی هم اتفاقا چیز خوبی نه، اما مسئله اینه که در جهان ها در اینجا که بکنی نشتب در صد، اما در جهان دو چیزی که به نظرم آدم رو دور میکنه، یکی این حجم اقتصاد بهوری اصلا غریب این سالها و این زمان. فکر میکنی نتیجه اینه که آرمانها، اون آرمانی که در دنیا یک زمانی همه رو به خودش جلب کرده بود،
اون آرمان یه خورده برفت. دقیقاً. یعنی اون آرمانی که یک دنیایی به خودش جلب کرده بود، آرمانی که همه دنیا باش بودن، دقیقاً. که فاصله ها برداشته بشه، عدالت دقیقاً و عدالت بیاد وسط. و نشد. نشد. من نشد. و امروز مثلا ممکنه این حتی شامل مثلا ممکنه حالا به نوعی دارم میگم من و شما، منظورم اینه که یعنی اتفاقا یعنی بدونیم که چقدر طیف به قول شما این طبقه متوسط گسترده شده که آنچنان محتاج معیشتیم که به اندیشه ای اصلا نمیتونیم پناه ببریم. طبقه متوسط جایگاهش از دست داده، آرمانش از دست داده، قدرتش از دست داده و در واقع در شرایط خاصی قرار گرفته. آره، حالا درسته. خلاصه ناامید نکنیم. اینه که جمله دکتر آقای دکتر رفیع به من این بود که پیش خدمت رویاها باش نه واقعیت. اولین فیلمی که بازی کردی؟ حریف دل، اولین فیلم بعد از اون پیش پرده‌ای که گفتم، حریف دل کار آقای رضا گنجی. چه خوب دیدم حریف دل. چه نقشی داشتی اینجا؟ خیلی یه وقتی نگاهش کردم دلم برای خودم میشه سیبیلی داشتیم و مانتای اپولیدار و نقشه چیز بودم دیگه، یکی از شاگردایی که دل بسته پسر خانواده که شاهد احمد بود، شاهد احمد بچه چیز بود دیگه. آره آره، کارگردان آقای گنجی بود، خانم چیز فاطمه گودرزی کرد نقشه. بله بله، من شاگرد خانم گودرزی بودم که مثلا یه نیم نگاهی به پسرشونم داشتم که شاهد احمدلو بازی می‌کرد در جلوی دوربین مازیار پرتو که بازم یادش یادش بخیر مازیار پرتو. بله بله، من یادم میاد، خدا بیامرزش، کسی مداره خوب بود. با آقای میرباقری که کار سریال نکردی؟ کردی آقا دندون طلا کار کردم، تئاتر بود در سریال، حتی مینی سریالی ساخته شده از تئاتر در پدا. و بعدش نه، اونجا مسافر ری رو به عنوان فیلم سینمایی کار کردم باشون، و بعدم که 14 سال بود تقریبا ندیده بودم آقای میرباقری رو، تا تئاتر هم هوایی رو بر صحنه دیدن. و چقدر تئاتر خونه مایش خوبی بود. آره، و همین دندون طلا که عکسش اونجا هست، من خیلی بله 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 اون کار رو دوستم. بهترین تجربه منه در عالم سریال تلویزیون در شبکه خانگی بود دیگه، جزو اولین کاره بودن که کاره شبکه خانگی. بله بله، بسیار کار درخشانیه و من خیلی خوشحالم و قرم که این نقش رو بسیار. ستاره الان وضعیت بازیگره، اما نه بگم که کدوم کارت رو توی سینما بیشتر دوست داری، که چه نقشت رو خودت ببینین؟ همونجور که از قرای همیشگی من احتمالاً شنیدین، من در سینما هنوز اون چکی که باید در واقع یعنی به اون نقشه نرسیدم. نزدم. نه نرسیدم واقعیت. یک بار فکر میکردم که خواهم رسید و اونم با قاتل و وحشی آقای حمید نعمت الله بود که اونم دیگه امیدوارم که واقعاً اکرام بشه. برای اینکه اساساً این فیلم بر یعنی درسته فیلمی است که یک خشونتی رو به رخ میکشه، اما بحث خیر و شره میدونین، و به نتیجه رسیدن خیر. باز برمیگردم به حرف دکتر که این رویای هممونه که یک روزی خیر به شر غلبه کنه، و من امیدوارم واقعا اون واقعا فکر میکنم جزء بازیایی باشه که خیلی دیده بشه. البته الان دنیایی است که شر و خیر بر خیر ده. آره واقعا. اما مثلا دارم میگم، من برای تینا پاکروان یک نقش رو بازی کردم در فیلم نیمه شب اتفاق افتاد. بله بله دیدم. بله بله، من خیلی اون نقش رو دوست دارم، من خیلی خوش خاطرم باش، خیلی شیرینه برام. یه نقش رو بازی کردم در سر و زیر آب، آقای باشاهنگر، دقیقا در مقابل نقشی که خانم مهتاب نصیرپور بازی کردن. چون به نظر من سر به زیر آب یکی از بهترین فیلم هایی است که من کار کردم و خیلی خوشحالم که توش کار کردم. این که میگم در مقابل خانم نصیرپور، چون قصه در واقع دو خانواده شهیدی است که زرتشتی و ایرانی، که انگار بدنهاشون با هم دیگه جابجا شده. من نقش زن اون شهید مسلمان رو بازی میکنم و خانم نصیرپور نقش مادر شهیدی که زرتشتی است، و پر از میدونین دیالوگ های زیبا و من پر از سکوتم و اینقدر این نقش رو دوست دارم آقای جیرانی که شب باورتون نشه، یعنی خیلی زیاد. میگم مجموعا همه نقشایی که بازی کردم در سینما رو دوست دارم. و سریالات؟
سریال ها واقعا به هر حال ویژه ترین هاش. نرگس برای من خب یک اتفاق معناییه. میدونین اتفاق معناییه. چه حسی داشتی وقتی بازی کردی نقش بازیگری که نبود اولین روز که رفتی؟ خیلی حس عجیبی بود به خاطر اینکه واقعا من فکر کردم پوپک از خواب بر خواهد خواست و من واقعا میدونین اولش که بهم گفتم کیم چی کاری میکنه نمیرم و بعدن که فهمیدم به هر حال همکارانی گفتن که راشهای پوپک دور ریخته بشه ما میایم از اول بازی میکنم اونجا یهو فکر کردم این خیلی بی‌انصافیه من میرم ادامه نقششو بازی میکنم ایشالا از کما که اومد بیرون براش توضیح میدم که چرا من رفتم واقعا خیلی امیدوار بودم که از خواب برخیزه و 8 ماه 9 ماه بازی کردیم و اون تو کما بود. بله بود و ماها گذشت در سال بعدش پوپک فوت کرد تقریبا در شروع پخش سریال پوپک گل در نازنین فوت کرد منظورم اون کار که خب بلازم اما خب خودتون میدونین که مرگ تدریجی یک رویا یک باز نقطه عطف در بازیگری فکر میکنم اصلا تلویزیون نه راجب شخص من اصلا اون کار به نظرم یک سریال ویژه است در تلویزیون چون هنوز که هنوز مردم مسئولین خیلی هنوز منو به ساناز مرگ تدریجی رویا صدا میکنن یعنی یادش بخیر ترکیه یادته استانبول یادته همه با هم سوار اتوبوس میشدیم که لوکیشن پیدا کنیم آره یادش بخیر استانبول آره چه داره الان وضعیت بازیگر تئاتر خیلی وضعیت خوبی نیست خیلی تلخه به دلیل کرونا و توصیت به عنوان یک بازیگر سابقه دار تئاتر شرایط چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ آقای جیرانی من واقعا ازتون اجازه میخوام که بگم بهتون که یعنی چون برنامه شما برنامه پربیننده است که بیایم یک بار تئاتر رو اینگونه نگاه کنیم که تئاتر فقط بازیگر نیست این عوامل دیگه است بله 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 این چیزیست که من دوستم بهش اشاره کنم درسته. به خاطر بله بله. اینکه چون طراح صحنه داره طراح لباس دقیقا. داره همه چی داره دقیقاً این چیزیست که چون هی میدونین بازیگر به دلیل ویترین بودنش دائم حتی بله. حتی مسائلش هم دیده میشه اما بدون عوامل دیگه دیده نمیشه عوامل دیگر ازشون نام برده بشه چه بسیار دوستان نازنینی من دارم در مقام‌های دیگری غیر از بازیگر که هیچ چاره‌ای براشون نشده. ببینیم واقعیت اینه که ما مسئولی نداریم که در واقع بتونه بحران رو مدیریت بکنه. نداریم در خطه تئاتر ما یه همچین مسئولی نداریم. الان معاونتون کیه؟ رئیس تئاتر کیه؟ معاون تئاتر کیه؟ الان شما میگین معاون هنری کی؟ قادر آشنا هستن. نه به عنوان رئیس مرکز معاون هنری. آره ولی الان اصلا اسامی مهم نیستن. میدونی اون چیزی تفکر که مهمه دقیقاً تفکره. تئاتر سالهاست که یک تیشه برداشته شده که به ریشش زده بشه که شده. سالهاست یعنی چند سال گذشته میگی؟ سالهاست. چرا؟ دقیقاً بعد از عبور از اون سالهای طلایی یعنی بعد از عبور از اصلاحات. بعد از نه فقط عبور از اصلاحات چون در یک 8 سال دومی هم که ما فکر میکردیم حداقل اصلاحاتی هست یعنی به این امید رفتیم و رأی دادیم و هرگز اتفاق نیفتاد. یعنی منظور دوره آقای روحانی دیگه بله کاملا از دوره قبلیش هم حتی بدتر شد علت هم داشت علتش این بود که بله معلومه که بدتر شد چون یک نگاه بکنیم به آمار تئاترهایی که ماندگاری دارن هیچی به خاطر اینکه اون اتفاق در یک سیاست‌گذاری کلی فرهنگی است از اندیشه تهی باش ابتذال اقتصاد نقش اول این واقعیت در تئاترمون همینه در سینمامون همینه در ادبیاتمون اصلا همینه واقعیت اینه که این ابتذال اینا از کجا اومد ببینید به خاطر اینکه واقعا میگم آنچنان همه به معیشت محتاجیم در شرایط روز که فرصتی نمی‌کنیم برای فکر کردن من به خاطر همین دارم راجع به تئاتر میگم این سوالی است که باید از مسئولین تئاتر میشه چرا هیچ حتی میخوام بهتون بگم که این سفارشی شدن دامن مطبوعات منتقدی همه رو گرفته آقای جیرانی
هیچ کسی نیومده از هیچ مسئولی، از وزیر ارشادش تا معاون هنریش تا رئیس مرکزش و و شهرداریش یا هر جایی بپرسه که آقا این جماعت که مثلا در ایام کرونا یه جماعت، نه فقط بازیگر، طراح صحنه، طراح لباس، نویسنده و کارگردان هایی که فقط تئاتر کار میکردن، فقط و فقط تئاتر کار میکردن و امروز جایی ندارن، میدونی هیچ کس نیومده بگه آقا یه راهکار، آقا شما که دارین از این دوربینا، از این سالونا که دارین، این جماعت رو به کار بگیرین، برنامه ریزی کنین، تله تئاتر ضبط کنین. به همین منظورم ساده ترین چیزی که من میخوام بهتون بگم، ساده ترین تله تئاتر ضبط کنین. دارن هیچ هوشی هیچ اصلا، برای اینکه برایشون مهم نیست آقای جیرین، برای اینکه فقط آمار در واقع مهمه، که ما مثلا 183 مدل مثلا جشنواره‌ای داریم بدون کوچکترین بهره برداری در تئاتر. در تئاتر کدوم؟ شما الان خودتون کارگردانین، آیا هرگز شده در زندگیتون فکر کنین که من مثلا میخوام فیلمی بسازم مثلا در شمال برم سراغ بچهای تئاتری شمال؟ نه نه، هیچ جا هیچ نقطه اتصالی وجود نداره که آن کسی که در هر رشته‌ای، نه فقط بازی، صحنه، لباس، گیریم، نمیدونم، متن، کارگردان، هر چیزی، اصلا به کار گرفته بشن در یک مدیوم دیگر. نه نه، شما الان نگاه کنین که ما الان چجوری بازیگر انتخاب میکنین، چجوری طراح صحنه انتخاب، بجز یعنی منظورم یک جماعتی که بله، معروفن، مشهورن، بله، بله، اینا رو من میذارم کنار. من اتفاقا نکته تلخش اینه که ما نیروهای جوانی داریم، نیروهای فعال داریم که بیکارن. آره و دقیقاً. و بعد من میخوام بگم مثلا حالا من هی میگم تلتات، من که این ساده ترین چیزی بود که اصلا آقای مثلا دارم میگم وزیر ارشاد وقت، معاون هنریش، تمام کسانی که اون وقت سالونای تئاتر بسته نمیشد آقای جیرانی. الان بسته سالونای تئاتر؟ بله بسیار از اوپس ببخشید هیجان زده شدم. سالونهای تئاتر بسیارشون در ایام کرونا بسته شد. ندارم بچه ها از کجا اون اجاره ها رو میدادن، بچه هایی که تازه همت کرده بودن بخش های خصوصی رو داشتن پوشش میدن. الان بچه هایی که هیچ درآمدی نداشتن، زندگی خانوادگی داشتن، همسر دارن، زن دارن یا شوهر دارن، در واقع اینا با چیکار؟ بسیاریشون افسرده، خونه هاشون رو پس دادن، بسیاری رفتن در حومه تهران دارن زیست اولیه میکنن. بعد ما میخواییم از پس یه چیزی کسی اندیشه به دنیا بیاره در تئاتر، معلومه که نمیاد. تئاتر متوجه... خوب دیدی تو این سالها تو همین اخیرا نمایش خوب هستن؟ ببین کاری که مثلا فکر کنم من رو سالها به فکر وامی داره، میتونیم واقعیت این که الان حضور ذهنی ندارم. من به هر حال حالا چون خودم تهیه کننده کار آقای دکتر رفیعی بودم، خانه برنارد آلبا، به هر حال اون الان آخرین کاری است که من دیدم که میدونین برای من تعریف کامل یک تئاتر رو داره. میدونین یک قبل از انقلاب هم اجرا شد خانه برنارد؟ نه نه نه، خانه برنارد آلبا اولین بار بود که اولین بار اجرا. بله بله بله. میخوام فقط آقای جیرانی بهتون بگم که من خواهشم اینه، میدونین یه بخشی در دستان شما هاست که در دستان ماها نیست، بیاین بپذیریم که این، میگم یعنی رسانه همگام با سیاست‌گذاری فرهنگی غلط دست به دست هم دادن، هی برای غلط‌تر شدن ماجرا. یعنی منظورم اینه که از جاده اصلی به دور شدیم شاید هممونا، ولی رسانه هم در این زمینه بسیار بسیار میتونسته کمک کننده باشه. برای همین دارم میگم من بازیگرم، شغلم در درجه اول بازیگری، حالا موزه خیمه شب‌بازی مثلا درست کردم، نمیدونم کار تهیه کردم، نمیدونم کارگردانی کردم، اما شغلم بازیگری است دیگه. خب برای همین شاید اتفاقا چون کارهای دیگر میکنم، میگم چرا کسی حواسش به بقیه مشاغل نیست؟ چرا همه باز دارن راجع به بازیگری فقط سوال میکنن؟ بسیار سوال، بسیار بسیار توصیه خوبیه. آره واقعا بسیار توصیه خوبیه. آره مسئله‌م اینه، به خاطر اینکه فکر میکنم اونا هیچ تریبونی ندارن برای گفته شدن. میدونی سینما وضعش جوریه؟ سینما هم همینطور آقای جیرانی. آخرین فیلمی که بازی کردی؟ آخرین فیلمی که بازی کردم در واقع فیلم حامد محمدی است به اسم چپراز. آه که میاد هفته. بله که میاد. بله این آخرین فیلمی است که من در واقع در سال 98
این فیلم کمدی سیاسیه دیگه. تهش اومد به 99 آخرین فیلمی است که من بازی کردم. همینا دیگه. خب سینما چی می‌بینی؟ سینما رو با توکل به خدا چی بگم؟ هیچ کارش نمی‌کنه. نه ببین به هر حال سینما ببینین باز به حیاتش داره ادامه میده. سینما خواه ناخواه می‌دونی تهش اینه که من میرم یه فیلمی میسازم، مثلا از منطقه آزاد چابهار یه کمکی میگیرم، بقیه‌اش هم خودم تأمین میکنم و مثلا اون چیزی که باورمه رو تبدیل میکنم به یک فیلمی. خب مثلا من که دغدغه قومیت دارم مثلا میگم الان مثلا سینمادارا اکران نکنن، این حداقل میدونی دستمه، میتونم ببرم این جشنواره اون جشنواره، بالاخره فکر کنم سه سال دیگه اکران میشه. ولی تئاتر اینو نداره. بچه های ما روی صحنه بودن، کرونا اومد، ستاد کرونا گفت آقا همه صحنه ها تعطیل. و اصلا کسی نگفت آقا تعطیل بعدش چی؟ میدونین؟ خیلی وحشتناکه ها، جدی میگم. یعنی من دارم میگم در یک بحران اگه اینجوری باشه که خب من مدیر چه کاری تازه ما فکر کنم اگه مدیر باشم حداقل بتونم با چهار نفر صحبت کنم، چهار تا سالن در اختیار، هیچ کس نگفت آقا بیاین مثلا اینا رو ما براتون ضبط کنیم نگه دارین اینا رو هیچی آقای جی. اینا یک فیلم ساختی؟ بله. فیلمی که خوبه و قراره بره فستیوال. کی ساختی؟ اسمش چیه؟ من فیلم خورشید آن ماه رو ساختم در واقع در سال 99، فرستادمش برای جشنواره خودمون در 99 که انتخاب نشد و خیلی من شگفت زده شدم، چون فکر میکردم اتفاقا جای جنس فیلمی که من ساختم اتفاقا جاش تو جشنواره است. میدونین به حال یه سینمای بدنه است، یه سینما یک معناهای دیگری دارن که نه سینمای تو سینما بدنه نیست، سینمای دیگری است که فکر میکردی جشنواره باید بهش بپرد. علل قاعده و خوشحالم که به هر حال در واقع داره اولین حضور بین المللیش در جشنواره گواست و امیدوارم که در چشم‌انداز سینمای جهان یک بازخورد خوب داشته باشه. بازیگرات کیان؟ آقای من در واقع خانم نازنین فراهانی، آقای پژمان بازقی و خانم مریم بوبانی از دوستان در واقع حرفه‌ای هستند و خانم بنفشه صمدی، امیر حسین هاشمی دوستان جوانتر من هستند که حرفه‌ای هستند اما قبلا هم تجربه بازیگری داشتن، دوستان دیگر جوانترم خانم مثلا روژین سعدزاده، مهتاب جامی، نکیسای نوری و بچه‌ای هستن که مثلا یکی دو بار تجربه کوتاهی جلوی دوربین داشتن اما چیز نه، اما خیلی طولانی نه، و یه تعداد از دوستان بلوچ من که من جمله پهلوان اسحاق بلوچ نسب به عنوان شاید آخرین حماسه خوانان بلوچ مثلا حضور دارن، آقای صادق سهرابی به عنوان کسی که در بلوچستان آدمی است که شناخته شده است اینجا سینما تمام لوکیشن بلوچستانه دیگه، تمام لوکیشن چابهار، بله و اطراف چابهار. من این فیلم رو ساختم که نسبت به آن چیزی که در یعنی مسلطه بر سینمای ما و اونم نشون دادن فقط و فقط یک چهره خشن و خاطی از مردمان بلوچستانه، سعی کنم یک ادای دینی بکنم به آن چیزی که بهش معتقدم و اون فرهنگ غنی ثروتمند بلوچستانه، موسیقی بی‌نظیر، غذای بی‌نظیر، لباس‌های بی‌نظیر، جغرافیای بی‌نظیر و چیزی است که به نظر من واقعاً کی میخوای بعد از جشنواره اکرانش میکنی یا میری فستیوال؟ من فکر کنم یه خورده سعی کنم در فستیوال ها اول اتفاقا چون خیلی دلم میخواد که قوم بلوچ که یکی از اقوام مهم این مملکته دیگرگونه معرفی بشه به اطراف و اکناف و جهان، یعنی تمام تلاشم بر این بوده، وگرنه
میگم من هنوز نه خودم رو خیلی فیلم ساز میدونم، با اینکه به حال تجربه کردم، فیلم کوتاه ساختم، نمیدونم دو تا تلتات کارگردانی کردم. منظورم اینه که ولی میخوام بگم که خیلی برام دغدغه های بیشتر یعنی یه دغدغه های تا اینکه فکر کنم شغلم فیلم سازیه، نه من شغلم بازیگریه. ان شاءالله که چیز کنیم فیلم اکرانش ببینیم. خسوف رو دیدم ازت. بله. یه کمی راجع به این سریال صحبت کنیم که در ابتدای راست و داره تأثیر میذاره و داره مردم میبینن و دوست دارن. خسوف برای من خیلی تجربه جالبیه، از جهت اینکه در واقع همون جنس نگاهی که مثلا خود من سعی کردم در فیلمم داشته باشم، ترکیب کنم بازیگران حرفه‌ای رو و یک امکان بدم با بازیگرهای جوانتر. این کار رو آقای مازیار میری و آقای همایون اسدیان کردن و برای من خیلی اتفاق جالب و جذابیه که تو بالاخره سرانجام بجز مثلا به هر حال چهرهایی که بالاخره تو هر سریالی ممکن اینها رو ببینی و هی تکرار شوندن، این جسارت وجود داشته که بران یه میدونیم بچه‌هایی که حالا ممکنه گهگداری هر کدومشون یه تجربه ریزی داشته باشن، مثلا مثل چه میدونم آقای بابایی، خانم شریفی و دوستان دیگر، اما به عنوان نقش اصلی یک سریال که قرار کشش داشته باشن که یک سریال رو بگردونن. من واقعا تو یه یادداشتی نوشتم برای آقای میری و آقای اسدیان به خاطر اینکه معتقدم باید امثال اونها اعتماد کنن به نسل جوانتری و دست نسل جوان رو بگذارن تو دست منی که یه خورده نسل قبلترم و من دستم در باز دست نسل قبلتر از خودم. اینجوریه که این زنجیره کامل میشه آقای جیرانی. اگر نه چقدر ما آدم 50 ساله ببینیم در نقش جوان عاشق 25 ساله. بسیار واقعا. به قول ایتالیایی یا ای بسته. بسته واقعا به نظرم. یعنی این خیلی اتفاق میمون و مبارک. من خیلی خوشحالم به هر حال یک حالا پلتفرمی مثل نمیدونم نماوا. بله بله. در واقع اون هم داره منظورم تبلیغ میکنه بابت یه چیزی. ما باید شروع کنیم واقعا این کارا رو، وگرنه این همه آدم دارن تئاتر میخونن، خب کجا برن پس؟ اگه قرار باشه فقط مونوپول یه تعداد خاص باشه چرا؟ میدونین؟ و این خوبه، یعنی حالا واژه ستاره سازی خود کلمه گنده یا، ولی حداقل معرفی، استقبال و حمایت، میدونین اینا خیلی اتفاق مهمیه، باید باشه. امیدوارم بعد از این برن سراغ شهرستانا. آقای جیرانی اینقدر بچه های مستعد بازیگری، طراحی صحنه، فیلم برداری، صدا، اینقدر در شهرستان ها هستن که شما باورتون نمیشه. واقعا من حاضرم مثلا الان شما رو بردارم یه مثلا ببرم الان چشمم به گیلوا خورد، بچه های تئاتر گیلان درجه یک، بچه های مثلا سینمای جوانش درجه یک، ولی اینا هیچ راهی ندارن، هیچ راهی ندارن که ورود کنن به امثال این سریال هایی که ساخته خود میشه. تهران راهی ندارن ورود کنن، تو شهرستان ورود کنن. یعنی جوان های من تو تهران میشناسن که با استعدادن اینا، و این که تا کی باید سنهای بالا در سنهای جوان بازی کنن. خیلی خیلی عجیبه. مرسی ستاد جان. مرسی از شما ممنونم. و من یه جمله راجع به میدان سرخ بگم که به هر حال تجربه عجیبیه که امیدوارم در بعدها مفصل یه بار دیگه بشینیم راجع بهش صحبت بکنیم. باید آرزوی موفقیت دارم و کارهای بهتر. مرسی. فیلم بعدی که بسازیم و ما ببینیم مثل فیلم اول که خوشمون آره. مرسی. خیلی ممنون از شما. قربونتون. از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن ممنونم. شب بخیر.